روز گرانبهاترین موجود هستی، مادر. مادر جان دوستت دارم. مادر روزت مبارک. روز مادر مبارک باد. اما در افغانستان مادران روز خوشی ندارند، زیرا به دلیل ادامه جنگ در این کشور روزی نیست که مادری اشک نریزد و داغدار نشود. یک ساعت می خرید برای نشته بود روزی مادر، یک چیزای می آوردک برای مادر می آوردک. شفیقه 63 ساله از میان ده ها مادری است که دو سال می شود فرزندش در شهر کابل نوپدید شده و هیچ خبری از وی ندارد. او را که درد و دوری فرزندش سخت بیمار کرده می گوید معلوم نیست که پسر جوانش قربانی کدام رویداد عروس افغانانه شده یا هم به بیرون از کشور رفته است. خیلی درد آوره برای یک مادر، یک بچه جوان که گمشنه، خیلی درد آوره، خیلی سخت. اینم که نامعلوم باشد، هزار رقم فکر در دل آدم جای نه. خدایا تو چی رقمی کشت، چی رقمی در دشت افتادی، در بیابان ماندی، جنازه تو جای جمع شد نشد، تو چی رقم شدی، چی رقم نشد. بسیاری از جوانان به دعای مادر به منزل موفقیت رسیدند. امواران چه مادران به خوشی فرزندانش برای سواد بهتر در زندگی آنها می اندیشد. نیلوفر جلالی کوفی از میان ده ها فردی است که در شرایط دشوار و با پشتیبانی مادر توانست درس بخواند و به کرسی مجلس نمایندگان برسد. بانو کوفی تاکید دارد که به اشکریزی مادران باید پایان داده شود. مادرای افغانستان هر روز رنگ میبینن، درد میبینن، فرزندای عزیز خود را از دست میدن، ولی با تاسف تا هنوز اطور یک وضعیت امنیتی هم حاکم نشده در افغانستان که مادرها تشویش نکنن، از اینکه اولادشان بیرون میرن و پس صحت سالم به خانه میرن. شاید بزرگترین آرزو یک مادری باشه که در یک روز زمانی که پسرش از خانه بیرون میشه شام دوباره صحیح و سلامت به خانه برگرده. اما جنگ چندین ساله در افغانستان این آرزو را از بسیاری مادرها گرفته و مادرهای زیادی را داغدار ساخته. خالد میکزاد، آریانا نیوز، کابل.